هزار و یک شب. چون شب 581 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت، بازرگان بیمار گشت و از کرده خود پشیمان شد، ولی پشیمانیش سودی نبخشید. تو نیز ای ملک از مکر زنان غافل مباش و بر سخنشان اعتماد مکن. پس ملک از کشتن پسر بازگشت. چون روز سیوم شد، کنیزک در پیشگاه ملک حاضر شد و آستان ملک را بوسه داده گفت ای ملک، داد مرا از پسر خود بستان و به سخنان وزیران گوش مدار که از وزیر بد نکویی بر نیاید. وزیر بی تدبیر مشورت را نشاید. ای ملک، مانند آن پادشاه مباش که به سخن وزیر بی تدبیر گوش داشت و زیان کرد. ملک گفت چگونه بوده است آن حکایت؟ داستانه شاهزاده و دخترک زشت رو. کنیز گفت ای ملک پیروزبخت، شنیدم که پادشاهی را پسری بود که او را بسی دوست می داشت و از همه فرزندانش عزیزتر می شمرد. روزی ملک زاده با پدر خود گفت همی خواهم که به نخجیرگاه شوم. ملک او را جواز نخجیر داد. وزیر را فرمود که با او به نخجیر شود و مهمات او را برآورد. آنگاه وزیر ساز و برگ رحیل کرده، خدم و حشم برداشته با ملکزاده رو به نخجیر کردند و همی رفتند تا به سرزمینی خرم و سبز برسیدند که نخجیر بسیار در آن مرغزار بود. ملکزاده فرمان انصراف داده، هنگام بازگشتن غزالی که از گله دور افتاده بود ملک را پیش آمد. خاطر ملکزاده به صید کردن او شوقمند شد و در او طمع کرد. با وزیر گفت همی خواهم از پی این غزال روم. وزیر گفت آنچه تو را به خاطر گذشته بکن که عین صواب است. آنگاه ملکزاده تنها از پی غزال روان شد و تا شامگاه در طلب او در تک و دو بود. چون هنگام شام شد، غزال به کوهی هولناک فراز رفت و شب تاریک شد. ملکزاده خواست که بازگردد، راه ندانست. با حیرت و دهشت در خانه زین تا صبحگاهان به سر بود. علی‌الصباح روان گشت، ولی راه به جایی نمی بود. گرسنه و تشنه با هراس بسیار همی رفت و نمی دانست که به کدام سو رود. تا هنگام ظهر برفت و از گرمی آفتاب به هلاکت نزدیک بود. در آن حال شهری وسیع و محکم بنا پدید شد که آن شهر خراب بود و جز بوم و غراب کس نداشت. ملکزاده در نزد آن شهر ایستاده به دیده تعجب به آثار شهر می نگریست که ناگاه چشمش به دخترکی خداوند حسن و جمال بیفتاد که در سایه دیواری از دیوار شهر نشسته و گریان بود. ملکزاده به اون نزدیک شد و به او گفت تو کیستی؟ دخترک گفت من دختر تمیمه، دختر تیاخ، ملک مملکت شهبا هستم. روزی از روزها از بحر حاجتی بیرون آمدم. افریتی از جنیان مرا برو بود و به هوا بپری. شهابی فرود آمده او را بسوزانید. من در این مکان بیفتادم و 3 روز است من گرسنه و تشنه هستم.
اکنون که تو را بدیدم طمع در حیات کردم. چون قصه بدین جا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. قصه گو شهرزاد فتوحی، تنظیم مجتبی میرسمیعی.